اینجا کلیسای سنت پاتریک در شرق لندن است که اجرای قطعات کلاسیک از 5 آهنگساز شهیر تاریخ موسیقی توسط ارکستر سمفونیک کلابراتیو برای ساعاتی دوستداران این نوع موسیقی را مجذوب خود ساخت. والتس تریست ساخته یوهان سیبلیوس آهنگساز فنلاندی، پریلود کارمن اثر جورج بیزه آهنگساز فرانسوی، رقص اسلاوانی کار آنتونین دووژاک آهنگساز چک و سمفونی شماره 5 بتهوون از جمله 6 قطعه بودند که این ارکستر به رهبری مهرداد فرید که با نام اندرو فرید در میان همکارانش شناخته می شود اجرا شد. شروع کردم موسیقی خوندن تو دانشگاه، فلوت زدم برای چند سال، بعد تغییر دادم رشته با آهنگسازی و اونجا درسم تموم شد، رفتم دانشگاه سرسیما، ساز اوبوا رو انتخاب کردم و اونجا اوبوا زدم تحت نظر اساتید. کلابراتیو ارکسترا به هر حال غیر از اینکه یه ارکستر سمفونیک یه هدف و آرمانی داره چه لندن، اینه که همکاری کنه با بقیه موزیسینایی که احتیاج به یه ارکستر دارن برای اینکه کار اصلیشون رو نشون بدن، مثلا آهنگسازای فیلم ما موزیکشون رو ضبط می‌کنیم یا با گروه‌های رقص همکاری می‌کنیم یا با گروه‌های کور همکاری می‌کنیم یا آهنگسازای لندن، آهنگسازای امروز لندن کارشون رو میارن ما می‌زنیم یا سولیستایی که توانه نوازندگیشون در حد ارکستر باشه و بخوان که کاری رو به صورت سولو اجرا کنن میان پیش ما. خلاصه ما از همونطور که گفتین همکاری میکنیم با کسایی که برنامه هایی دارن، ما بهشون کمک میکنیم. این تز ماست. هر چند وقت دفعه هم کنسرت میدیم که بدنمون گرم بمونه دیگه. الینا هیلتونن 25 ساله اهل فنلاند مایستر ارکستر کلابراتیو است. نفر اول بعد از رهبر ارکستر که کارش رفع مشکلات تکنیکی و آرشه به ویژه برای گروه زهی‌ها و هماهنگ کردن ارکستر در مورد جزئیات تکنیکی و برقراری توازن بین بخش‌های مختلف ارکستر است. من از روز اول کار این ارکستر که فوریه 2012 بود با این ارکستر همکاری داشتم. تجربه هیجان انگیزه که شاهد رشد این ارکستر بودیم. ما برای این کنسرت 6 ماه تمرین کردیم و فکر می‌کنم الان کیفیت کارمون بسیار خوبه. الینا اگرچه با موسیقی ایرانی آشنایی ندارد ولی می‌گوید اگر مهرداد روزی تصمیم به اجرای یک کنسرت ایرانی بگیرد مایل است در آن نقش داشته باشد. مهرداد فرید و علینا همراه با بقیه اعضای این ارکستر قرار است به مناسبت 100مین سال تولد بنجامین بریتن، معروفترین آهنگساز بریتانیا، به زودی راهی یک گشت هنری به گوش و کنار این کشور برای اجرای قطعاتی از این آهنگساز برجسته شود. بیژن فرهودی، صدای آمریکا، لندن.